4. من همکنون نوشته های خود را بار دیگر مرور کردم و میبینم چیزهایی هست که تا پیش از نوشتن این ماجرا متوجه آنها نشده بودم. مثلا از خود میپرسم بیچاره جرمن محتضر که آتش لخد و اورش کرده و حتی پوست تنش را نیز کنده بود، چگونه آن توان و نیرو را یافته بود که خودش را به ما برساند؟ من تصور می کنم که در هفت چناران پیغامی فوری از یک مشتری دریافت کرده و چون نتوانسته بود با تلفن به من دست پیدا کند، زیرا می دانست که من در سرداب هستم، موتورسیکلتش را سوار شده و در لحظه ورود به مالویل، یعنی در محلی که می شود گفت به وسیله کوه سنگی مشرف به قلعه در پناه نطع گسترده آتش بوده، غافلگیر شده است. در صورت صحت این فرض، حتما با زبانهای آن آتش عظیم که مانند برق از شمال به جنوب سرایت کرده بود به اصطلاح لیسیده شده است و گمان می کنم به همین جهت است که او مانند دیگر ساکنان مالژاک که از ایشان فقط چند استخوان سوخته در زیر قشری از خاکستر باقی مانده، به کلی خاکستر نشده بوده است. اگر جرمن چند ثانیه زودتر خودش را به حیات برج سردر رسانده بود، ممکن بود جان به در ببرد. در واقع خود قلعه هم کم صدمه دید، زیرا کوه سنگی عظیمی که از شمال بر آن مشرف است بین قلعه و آن کوره آتش حائل بود. یک چیز دیگر هم به نظر من عجیب می آید. از آن لحظه که صدای غریب قطار، تعبیری که باز هم به نظرم ناچیز می آید، در سرداب پیچید و به دنبال آن گرمای مخوف جهنمی بر محیط مستولی شد، من و رفقایم دچار یک نوع فلج عضوی و ناطقی و حتی فکری شدیم. بسیار کم سخن گفتیم و کمتر از آن تکان خوردیم و عجیبتر آنکه همان گونه که قبلا متذکر شدم، من تا پیش از پیدا شدن سر و کله جرمن هیچ تصور روشنی از آنچه در بیرون از سرداب می‌گذشت نداشتم. حتی در آن وقت نیز افکارم مخشوش بود و از قطع جریان برق، از سکوت مداوم ایستگاه‌های رادیو، از آن صدای رعداسا و از بالا رفتن وحشت‌انگیز درجه حرارت هیچ گونه استنباطی نکرد. همزمان با از دست دادن قدرت تعقل، مفهوم زمان را نیز از دست دادم. حتی امروز هم نمیتوانم بگویم که از لحظه خاموش شدن برق تا لحظه باز شدن در سرداب و پیدا شدن سر و کله جرمن چند دقیقه گذشت. و گمان میکنم این موضوع ناشی از این بود که چندین بار در نیروی ادراک من نسبت به اشیا وقفه حاصل شد و من جز در لحظات منقطع، آن هم به طرزی بسیار ضعیف، چیزی درک نمیکردم. من حس اخلاقی خود را نیز از دست دادم، منتها از دست دادن این حس فوری نبود، زیرا در ابتدای امر تقلای زیادی کردم تا به کمک مسونیه بشتابم، اما اگر بتوانم چنین تعبیر کنم، آن کمک آخرین جرقه‌ای بود که از حس عاطفی من درخشید. از آن به بعد هیچ به فکرم خطور نکرد که انحصار استفاده از یگان تشت آب موجود در سرداب و در آن قوت خوردن و مدتی مدید در آن ماندن بیان که به فکر دیگران باشم، رفتاری است برخلاف نودوستی. از طرف دیگر اگر من این کار را نکرده بودم، آیا این توانایی را می داشتم که چهار دست و پا
خودم را تا دم در سرداب بکشانم و در را که جرمن باز گذاشته بود دوباره پیش کنم؟ بعدن متوجه شدم که هیچ یک از رفقایم تکان نخوردند، هرچند چشم همه با حالتی از رنج و تشویش به در بازمانده خیره شده. گفتم که چهار دست و پا و با سر آویخته در یک متری جرمن وامانده بودم و توانایی این که تا پیش او بروم نداشتم، و بهتر این که به جای توانایی بگویم شهامت، چون بعدن معلوم شد توانایی آن را داشتم که بار دیگر خود را به تشت آب برسانم. در واقع من هنوز تحت تأثیر ضربه وحشتی بودم که از دیدن جرمن با آن تن سوخته و خونالود به من دست داده بود. به تنی سوخته و ریش ریش که تکه های گوشت همچون پاره های پیراهنی که در حین دعوای جرجر شده باشد از آن آویخته بود. جرمن مردی بلند بالا و قوی هیکل بود و شاید چون من به روی خود تا شده و افتاده بودم و شاید هم چون سایه او که از نور شمع‌ها بر طاق افتاده بود بی اندازه بزرگ شده بود، در نظرم چنان مخوف و هیولایی آمد که گفتی خود عزرائیل وارد شده است، نه یکی از قربانیان او. به علاوه او ایستاده بود و حالان که ما همه از شدت ضعف دراز به دراز افتاده بودیم، و بالاخره او از جلو به عقب و بالعکس تلو تلو می‌خورد و با آن چشمان آبی نافذش به من خیره شده بود و من در آن تاب خوردن او احساس تهدید کردم، چنان که گفتی می‌خواهد به من بپرد تا نابودم کند. خودم را به تشت رساندم، لیکن با کمال تعجب از فرو رفتن در آن صرف نظر کردم، زیرا وقتی دست در آب فرو بردم آن را بسیار گرم یافتم. میبایست نتیجه بگیرم که این احساس چیزی به جز خیال نیست و در واقع بدین معنی است که هوای محیط رو به سرد شدن میرود، اما من یک لحظه هم به این فکر نیفتادم و حتی به این فکر هم نیفتادم که نگاهی به گرماسنج بالای منبع آب بکنم. من فقط در بند یک چیز بودم و آن این که از تماس با سنگهای کف سرداب بگریزم. با زحمت بسیار خود را به روی دو بشکه شراب که با هم مماس بودند کشاندم، از پهلو در فضای بین انحنای دو بشکه نشستم، به قسمی که دو ساقم از یک طرف و بالاتنم از طرف دیگر بلند بود. تماس با چوب بشکه ها احساسی تقریبا حاکی از خنکی و راحتی به من داد، اما این احساس زیاد دوام نکرد. من زیاد درد می کشیدم، هرچند جای درد عوض شده بود. دیگر کمتر عرق می ریختم و حالت خفگی نداشتم، اما کف هر دو دست و زانوها و پهلوها و کفل و خلاصه همه قسمتهایی از بدنم که پیش از این با زمین در تماس بود درد می کرد. در اطراف خود ناله های ضعیفی می شنیدم و گاه گاه با احساسی شدید از تشویش و نگرانی به رفقای خود می اندیشیدم، تا یک وقت با کمال خجلت متوجه شدم که این ناله ها از خود من است. البته بعداً متوجه این موضوع شدم. هیچ چیز به اندازه درد جنبه ذهنیت ندارد، زیرا دردی که من احساس می کردم در حقیقت با آن سوختگی های بسیار سطحی که انگیزه آن بود تناسب نداشت. همین که قدری نیرو گرفتم و باز شروع به عمل کردم، آن سوختگی ها را فراموش کردم. دلیل دیگر بر شدید نبودن سوختگی ها این بود که خوابم برد و گویا مدتی خوابیدم، چون وقتی بیدار شدم آن شمع های بزرگ روی رف ها همه سوخته بودند و کسی قدری دورتر از آنها شمع های دیگری روشن کرد. آن وقت احساس سرمای شدیدی در تمام تن خود به خصوص در پشتم کردم، می لرزیدم. با چشم
عقب لباسهایم گشتم و نیافتم. آنگاه تصمیمم بی آنکه خود متوجه باشم عوض شد و تصمیم گرفتم از آنجا که مثل مرغ نشسته بودم پایین بیایم و بروم نگاهی به گرماسنج بکنم. این نقل مکان برای من بسیار دردآور بود. عضلاتم کشیده و تقریبا متشنج بود و با هر حرکت که می کردم کف هر دو دستم درد می گرفت. گرماسنج 30 درجه را نشان می داد و من با آن که فکر کردم که هوا هنوز گرم است و دلیلی ندارد که از سرما بلرزم، این استدلال لرزش مرا قطع نکرد. همین که رو برگرداندم پسو را دیدم که ایستاده به بشکه ای تکه داده بود و داشت لباسهایش را می پوشید و عجب آن که به جز او کسی را ندیدم و حالان که آن 5 نفر دیگر نیز همان جاها بودند. گفتی چشم من بر اثر خستگی نمی توانست در آن واحد بیش از 1 چیز را ببیند. احمقانه پرسیدم داری لباس می پوشی؟ با صدایی ضعیف ولی کاملا طبیعی گفت بله که لباس می پوشم. می خواهم به خانه برگردم. ایوت عزیزم حتما نگران است. نگاهش کردم. وقتی پسو از زنش با من حرف زد نمی دانم چه شد که واقعیت به طرز زننده‌ای در مغز من روشن شد و عجیبتر آن که من برای این روشنایی رنگی حس کردم و درجه حرارتی و شکلی، یعنی سفید بود و یخ بود و مثل چاقو قلبم را پاره کرد. به لباس پوشیدن پسو نگاه می کردم و در آن وقت بود که نخستین بار به راستی فهمیدم چه اتفاقی افتاده است. پسو به لحنی تحکم‌آمیز به من پرید و گفت چته که این طوری نگاهم می کنیم؟ سر به زیر انداختم و نمی دانم چرا خودم را به طرزی وحشتناک در برابر او مقصر احساس کردم. به لحنی ضعیف گفتم هیچی پسوی عزیزم، چیزی نیست. با همان لحن باز گفت چرا نگاهم می کردی؟ و دستهایش چنان می لرزید که قادر نبود شلوارش را بپا کند. من جواب ندادم. بار دیگر نگاهی نفرت بار به من کرد و با خشمی که ضعفش آن را رقت بار نشان می داد گفت چرا نگاهم می کردی؟ حاشا که نمی توانی بکنیم. خاموش ماندم. می خواستم حرف بزنم اما چیزی برای گفتن نداشتم. نگاهی به اطراف خیش انداختم تا تکیه گاهی بجویم. این بار رفقایم را دیدم و یا بهتران که بگویم با تلاشی مکرر و دردآلود که مقدمه حال تهوع بود رفقا را یکی بعد از دیگری دیدم. لامنو با رنگ پریده نشسته و سر مومو را به دامن گرفته بود و با حرکتی غیر محسوس موهای کثیف او را با انگشتان لاغر خود نوازش می‌کرد. مسونیه و کلن پهلو به پهلو نشسته مات و مبهوت مانده بودند و سر به زیر داشتند. توما به بشکه‌ای تکیه داده با دستی رادیو ترانزیستوری روشن مومو را گرفته بود و با دست دیگر عقربه صفحه را آهسته و مدام از آن سر به این سر می‌گرداند و بیهوده دنیا را به دنبال یک صدای انسانی می‌گشت. چهره نگرانش نه تنها خطوط یک مجسمه سنگی را داشت بلکه تقریباً از رنگ و صلابت آن نیز برخوردار بود. هیچ یک از ایشان به نگاه من با نگاهی پاسخ ندادند و اکنون به یاد می آورم که با همان احساس نفرت عاجزی که پسو به من نگاه کرده بود من از ایشان کینه تلخی به دل گرفتم. مانند بچه نوزادی که چون هوا وارد ریه هایش می شود جیغ می کشد، ما ساعتهای متوالی چندان کز کرده و خمیده مانده بودیم که اکنون برای ما بسیار مشکل بود بتوانیم بار دیگر با دیگران تماس برقرار نماییم.
وسوسه این که پسو را به هوای خود رها کنم در من قوت گرفت. به لحنی عامیانه با خود گفتم بسیار خوب، حال که خودش دلش میخواهد بگذاریم هر غلطی که میخواهد بکند. به درک کردم. لیکن از این پستی خود چندان متعجب شدم که بلا فاصله واکنشی در جهت عکس آن نشان دادم و تضرع کنان گفتم پسوی من، پسوی عزیز من، و سر به زیر انداختم. آنقدر سردرگم بودم که واکنش های من مبالغ آمیز شده بود و هیچ کدام به من نمی آمد. مثل اینکه تقصیری کرده باشم با کمرویی خاصی گفتم شاید حالا بیرون رفتن هنوز قدری خطرناک باشد. از بس این جمله برای نشان دادن وخامت وضع نارسا بود که من به محض ادای آن حس کردم حرف مضحکی زدم. محاذا همین جمله نارسا موجب خشم پسو شد و او با ترشرویی تمام و در حالی که دندان به هم می فشرد با صدایی به ضعیفی صدای من گفت خطرناک؟ چرا خطرناک؟ تو از کجا میدانی که خطرناک است؟ لحن سخنش گذشته از هر چیز ساختگی بود و به نظر می آمد که دارد در یک نقش کمدی بازی می کند. من خوب می فهمیدم که این کمدی کدام است و دلم می خواست گریه کنم. سر به زیر انداختم و در آن لحظه بار دیگر از فرط خستگی و درماندگی نزدیک بود بگذارم هر چه می خواهد پیش بیاید. آنچه مرا از این کار باز داشت چشمان پسو بود که چون باز سر بلند کردم به چشمم افتاد. چشمان او خشمگین بود اما التماسی هم در آنها خوانده می شد. به التماس از من می خواستند که چیزی نگویم و باز تا مدتی صاحبشان را در کوری خود باقی بگذارم. چنان که گفتی سخنان من بودند که توانسته بودند موجد این بدبختی دهشتناک برای او بشود. اکنون مطمئن بودم که او نیز مانند کلن و مانند مسونیه مطلب را فهمیده است، اما ایشان می‌کوشیدند از زایعه دردناک خود با حیرت و عدم حرکت بگریزند و حالان که پسو به گذشته می‌گریخت و هر چیزی را انکار می کرد و حاضر بود با چشم بسته تا خانه خود که تبدیل به خاکستر شده بود بدود. شروع کردم به اینکه در ذهنم چندین جمله بسازم و تقریبا روی یکی از آنها مکس کردم. می خواستم بگویم پسو، اگر از روی درجه حرارتی که قبلن گرماسنج نشان می داد قضاوت کنی، ولی نه، من نمی توانستم این حرف را بزنم چون خیلی واضح بود. بار دیگر سر به زیر انداختم و با لجاجت گفتم تو نمی توانی همینطوری بروی. پسو به لحنی مبارز جویانه جواب داد ولابد تو یکی می خواهی جلوه مرا بگیری ها؟ با صدای ضعیفی حرف می زد و در این حال تلاش رقتباری می کرد که سینه‌اش را برای من سپر کند. من هیچ جواب ندادم. در لوله‌های بینی و ته حلقم بویی ناخوش احساس می کردم که داشت دلم را به هم می زد. وقتی چهار شمع روی دورف جلو خاموش شده بود، کسی که گویا توما بوده شمع‌های رف بعدی را روشن کرده بود، به نحوی که آن قسمت از سرداب که من اکنون در آن بودم و نزدیک به منبع آب بود بیشتر در تاریکی فرو رفته. بنابراین مدتی طول کشید تا فهمیدم بویی که ناراحتم می کرد از جسد جرمن که اکنون در کنار در افتاده و به زحمت دیده می شد می آمد. متوجه شدم که تا آن لحظه وجود جسد را هم فراموش کرده بودم. پسو که چشم از چشم من بر نمی داشت و در نگاهش همچنان حالت نفرت و تضرع خوانده می شد، نگاه مرا تعقیب کرد و چون چشمش به نعش افتاد ظاهرا لحظه چند مات و مبهوت ماند. سپس با حرکتی سریع رو برگرداند و خجل شد، چنان که گفتی تصمیم گرفته بود آنچه را که دیده است انکار کند.
اکنون او در میان ما تنها کسی بود که لباس به تن داشت و با آنکه راه تا دم در باز بود و من ناتوانتر از آن بودم که بتوانم جلوش را بگیرم تکان نمی‌خورد. با سماجتی آری از هر نوع زور و تحکم تکرار کردم: ببین پسو، تو نمیتوانی همین طوری بروی. اما من اشتباه کردم که حرف زدم، چون او ظاهراً جمله مرا دستاویز کرد تا باز اندک تحرکی پیدا کند و بیان که کاملاً پشت به طرف ما کند و نیز بیان که پس برود، با حالی مردد و ناشیانه چند قدمی کج کج به سمت در رفت. در این لحظه از جانبی که هیچ انتظار نداشتم کمکی رسید. لامنو بود که چشم گشود و درست مثل کسی که در آشپزخانه کوشک ورودی نشسته باشد، نه لخت و پرید رنگ و بیحال در سرداوی افتاده، به لهجه محلی گفت: دیلاغ جان، حق با امانوئل است. تو نمی توانی همین طوری بروی. باید یک لقمه غذا بخوری. پسونیز به همان لهجه محلی گفت: نه نه متشکرم، من احتیاج به غذا ندارم، ممنونم. ولی همچون دهاتی هایی که در دام دعوت به مهمانی گیر می کنند و با تعارفات مرسوم و پیچیده رد و قبول نمی دانند چه بکنند، بی حرکت ماند. لامنو که قدم به قدم در تعارفات معمول پیش می رفت گفت: چرا؟ چرا؟ بد نیست که چیزی بخوری، ما هم همینطور. آنگاه رو به توما کرد و به زبان فرانسه ادامه داد: شما آقای کولتر، ممکن است آن چاقوی کوچکتان را به من قرض بدهید؟ پسو که از سخنان لامنو بسیار خوشش آمده بود و چنان با حق شناسی کودکانه‌ای به او نگاه می کرد که انگار به دنیای آشنا و اطمینان بخش سابقش می آویزد و اینک این زن مظهر همان دنیاست، گفت: گفتم که نه، احتیاج ندارم. و لامنو با اطمینان کامل به اینکه او دعوتش را قبول خواهد کرد گفت: ولی چرا؟ چرا؟ باید بخوری. بعد سر مومو را از روی زانوی خود کنار زد و خطاب به او گفت: یالا پسر، برو کنار که من بتوانم از جایم بلند شوم. و چون مومو همچنان نق می زد و به زانوهای او آویخته بود، به لهجه محلی به او گفت: خوب خوب، بس کن نرخر. و سیلی محکمی هم به صورت پسرک نواخت. او این نیروی ذخیره را از کجا به دست آورده بود نمی دانم، زیرا وقتی با آن تن لخد و ریز میزه و استخوانی بلند شد، من بار دیگر از ظاهر نظار او حیرت کردم. با این وصف، بی آنکه کسی کمکش کند، نخ نایلونی را که یکی از ژامبون‌ها بر بالای سر ما به آن آویخته بود باز کرد و آن را به زیر آورد و در همان حال مومو با رنگ پریده و چهره وحشت زده به او نگاه می کرد و مثل بچه شیرخواره جیغ های کوچک می کشید. و وقتی لامنو به طرف پسرش برگشت و ژامبون را برای بیرون آوردن از پوشش رویی آن روی بشکه بالای سر او گذاشت، مومو دست از نق زدن برداشت و شروع به مکیدن شست خود کرد، چنان که گفتی یک دفعه به دوران بچگی برگشته است. من به لامنو در آن دم که با زحمت بسیار برش‌های کوچک نسبتاً ضخیم ژامبون را می‌برید، در حالی که آن را روی بشکه تکیه داده و دسته آن را محکم در دست لاغر خود گرفته بود، نگاه می‌کردم. صحیح تر بگویم به بدن او نگاه می کردم. همانطور که پیش بینی کرده بودم، پستان بند نداشت و به جای دو پستان دو جیب کوچک شلوول و چین خورده داشت. پایین تر از شکم عقیمش برجستگی استخوان‌های لگن خاصرش پیدا بود. استخوان‌های کتفش بیرون زده بود و کفلش که از کفل ماده میمون لاغرتر بود به درشتی مشت می نمود.
معمولا وقتی من می گفتم لامنو، این اسمی بود سرشار از مهر و محبت و احترام و در عین حال کج خلقی که مظهری از روابط ما بودند. اما امروز وقتی او را برای نخستین بار لخت دیدم، متوجه شدم که لامنو بدنی هم دارد و شاید بدن یگان زنی که زنده مانده بود و من از تماشای حالت فرتوت او اندوهی بی پایان در خود حس کردم. لامنو برش های ژامبون را مثل ورق بازی در دست راست خود جمع کرد و سر از من آخر از مومو به توزیع آن پرداخت. مومو سهم خود را با جیغی وحشیانه قاب زد و آن را درسته در دهان فرو برد و با انگشتان خود به تپاندن لقمه پرداخت. رنگ صورتش فوراً کبود شد و اگر مادرش که دو فک او را به زور از هم باز کرد دستش را تا بیخ حلق در دهان او فرو نبرده و لقمه را بیرون نکشیده بود حتماً خفه می شد. پس از آن با چاقوی توما آن لقمه آلوده به آب دهان را به تکه های کوچک برید و در حالی که به پسرش غر می زد یک یک آن تکه ها را در دهان او گذاشت و هر بار که مومو دست او را گاز می گرفت او کشیده‌ای به صورتش می نماید. من با نگاهی مبهم به این صحنه می نگریستم، بیان که لبخندی بزنم یا احساس نفرتی بکنم. همین که تک ژامبون سهم مرا به دستم داده بودند، آب دهان من همراه افتاده بود و در حالی که آن را به هر دو دست گرفته بودم با دندان شروع به پاره کردن آن نمودم و در این کار ولع شکم پرستی من کم از مومو نبود. ژامبون بسیار شور بود و خوردن آن همه نمک با گوشت خوکی که به آن آغشته بود احساسی از خوشی و لذتی باور نکردنی به من داد. ضمناً متوجه شدم که رفقای من از جمله پسو با همان ولع به خوردن مشغولند، در حالی که از هم فاصله می گیرند و نگاه‌هایی تقریبا وحشیانه به اطراف می اندازند. گویی می ترسیدند از اینکه لقمهشان را از دستشان بقاپند. من سهم خودم را زودتر از همه خوردم و چون با چشم به دنبال زنبیل بطری‌های پر گشتم دیدم که زنبیل خالی است. پس من تنها نبودم که با آن شراب‌ها رفع آتش کرده بودم و از این لحاظ خوشحال شدم، چون کم کم داشتم احساس سرزنش وجدان می کردم از اینکه آن همه وقت استفاده از تشت آب را در انحصار خود گرفته بودم. دو بطری خالی برداشتم، به طرف سیفون رفتم، آنها را پر کردم و این بار بی توجه به گیلاسی که مومو آلوده کرده بود گیلاس‌ها را بین همه توزیع کردم و برای همه شراب ریختم، در حالی که همه می نوشیدند مثل آن وقت که می خوردند و یک کلمه حرف نمی زدند، چشمان گود رفته و مژه‌زن خود را به ژامبونی که لامنو روی بشکه خوابانده و برای بریدن آن به بشکه تکیه زده بود خیره دوخته بودند. لامنو متوجه نگاه خیره ایشان شد ولی دلش به حالشان نسوخت. همین که شرابش را نوشید باز ژامبون را با حرکاتی حاکی از تصمیم انعطاف ناپذیر خود در لفاف آن پیچید و بالای سر ما دور از دسترس به جای خود گذاشت. به جز پسو ما همه هنوز لخت بودیم و ایستاده و ساکت و بر اثر خستگی نیم خم و با ولع تمام چشم به گوشتی دوخته بودیم که به طاق تاریک سرداب آویخته بود و با انسانهای نخستین که در ادوار ما قبل تاریخ در غار ماموت‌های دره رون در همین نزدیکی مالویل زیسته بودند چندان فرقی نداشت. زانوها و کف دست‌های من هنوز درد می‌کرد، اما نیرو و شعور با هم به تنم باز می‌گشتند و متوجه بودم که چقدر کم حرف می‌زنیم و با چه وسواسی از تفسیر واقعه احتراز می‌کنیم. در همان لحظه و برای نخستین بار احساس کردم که از لخت بودن خود معذبم. گویی عین این احساس به لامنو هم دست داده بود، زیرا آهسته و به لحنی حاکی از نارضایی گفت:
مرا ببین که چجوری هستم. و این حرف را به زبان فرانسه که زبان احساسات رسمی و مؤدبانه است ادا کرد. سپس فوراً شروع به پوشیدن لباسهای خود نمود و همه از او تقلید کردند. پس از فراغت از این کار، این بار به لهجه محلی لیکن به صدای بلند و به لحنی غیر از لحن قبلی خود به گفته افزود: و کار خوبی هم نکردم که همه را به هوس انداختم. من در ضمن لباس پوشیدن زیر چشمی به کولن و مسونیه نگاه می کردم و به پسو حتی الامکان کمتر. صورت مسونیه کشیده تر و فرو رفته تر و کوسه تر شده بود و چشمانش لاینقطع مژه می زد. صورت کولن هنوز آن لبخند پف کرده ولی عجیب مصنوعی و ثابت خود را حفظ کرده بود و اصلا با اضطرابی که من می توانستم در چشمانش بخوانم تناسب نداشت. و اما پسو که دیگر دلیلی برای ماندن پیش ما نداشت، چون شرابش را نوشیده و غذایش را خورده بود، قیافش هیچ نشان نمی داد که خیال رفتن دارد و من سعی می کردم نشان ندهم که مواظبش هستم تا او را به صرافت رفتن نیندازم. لبهای زمختش می لرزید. بر صورت پت و پهنش رعشه افتاده بود. بازوانش بی حال آویخته و زانوهایش اندک خمیده بود و حالت کسی را داشت که از هر گونه اراده و امیدی عاری شده باشد. متوجه بودم که اغلب چشم به دهان لامنو می دوخت. گویی انتظار داشت که لامنو به او بگوید چه بکند یا چه نکند. به توما نزدیک شدم. او را خوب نمی دیدم، چون آن قسمت از سرداب که او در آن ایستاده بود در تاریکی فرو رفته بود. آهسته از او پرسیدم: به عقیده تو بیرون رفتن از اینجا خطرناک است؟ گفت: اگر از نظر درجه حرارت میپرسی نه، چون حرارت هوا تخفیف پیدا کرده است. پرسیدم: مگر نظر دیگری هم در کار هست؟ گفت: البته تشعشعات اتمی. نگاهش کردم. من هیچ به تشعشعات نیندیشیده بودم و نیز متوجه شدم که توما در مورد ماهیت واقعه شکی ندارد. گفتم: پس بهتر است صبر کنیم. توما شانه بالا انداخت. در چهرهش آثار حیات خوانده نمی شد و صدایش گرفته و حزن‌انگیز بود. گفت: تشعشعات ممکن است یک ماه، دو ماه و حتی سه ماه هم وجود داشته باشد. پرسیدم: پس چه باید کرد؟ گفت: اگر تو به من اجازه بدهی که بروم و آن دستگاه کیگر عمویت را از قفسه‌ات بردارم، خیالمان لااقل برای حالا راحت خواهد شد. گفتم: ولی ممکن است خودت را به خطر بیاندازی. صورتش مثل یک تکه سنگ بی حرکت ماند. با همان صدای بی حال و ماشینی خود گفت: تو که میدانی به هر حال شانس زنده ماندن ما بسیار محدود است. نه گیاه و نه حیوان هیچ کدام نمیتوانند مدت مدیدی دوام بیاورند. وقتی دیدم رفقا بیان که جرأت نزدیک شدن به ما را داشته باشند ظاهرا گوش تیز کرده اند، گفتم: یواشتر حرف بزن. و بیان که دیگر حرفی بزنم، کلید قفسم را از جیب درآوردم و به او دادم. توما فوراً ولی به کندی بارانی خود را پوشید، کاسکت موتورسواری خود را بر سر گذاشت، عینک حفاظی شیشه درشتش را به چشم زد و دستکش‌هایش را به دست کرد. با این ریخت و هیبت حالت ترسناکی داشت، خاصه که بارانی و کاسکتش هم سیاه بود. لمسش کردم و با صدای خفه‌ای پرسیدم: این تجهیزات برای حفاظت است؟ چشمانش در پشت شیشه های عینک به همان حال حزن و گرفتگی ماند، اما اخم خفیفی بر خطوط ثابت چهرهش دوید و گفت: به هر حال این وضع بهتر از لخت بودن است. همین که توما رفت، مسونیه به من نزدیک شد و آهسته پرسید: توما میخواهد چه بکند؟ گفتم: میخواهد رادیو اکتیویته را اندازه بگیرد.
مسونیه با آن چشمان گود رفتهش نگاهی به من کرد. لبهایش می لرزید. پرسید: مگر خیال می کند که بمب اتم بوده است؟ گفتم: بله. پرسید: تو هم این خیال را می کنی؟ گفتم: من هم. آهی کشید و خاموش ماند. دیگر بجز آن آه و آن سکوت خبری نشد. او حتی موجه هم نمی زد و سر به زیر انداخته بود. صورت کشیدهش به موم میمانست. نگاهی به طرف کلن و پسو کردم. ایشان هم به ما نگاه میکردند ولی نزدیک نمیشدند. بین آتش خبر گرفتن و وحشت درک حقیقت گیر کرده بودند و به نظر میرسید که فلج شدند. در صورتشان هیچ حالتی خوانده نمیشد. 10 دقیقه بعد توما برگشت در حالی که گوشی‌های دستگاه به گوشش بود و خود دستگاه را هم به زیر بغل داشت. با صدای مقطعی گفت: فعلا در حیات اول نتیجه منفی است. سپس در جلوی نعش جرمن زانو زد و دستگاه را روی تن او گرداند و گفت: اینجا هم منفی است. من رو به طرف رفقا برگرداندم و با صدای تحکم‌آمیزی گفتم: من و توما می رویم روی برج سردر تا تحقیق کنیم و بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. شما از اینجا تکان نخورید تا چند دقیقه دیگر برمی گردید. منتظر اعتراض 3 نفر دیگر بودم اما هیچ نوع اعتراضی نشد. آنان در چنان حالتی از بهت و درماندگی و آشفتگی بودند که هر امری با تحکم به ایشان داده می شد اطاعت می کردند. من مطمئن بودم که هیچ کدام از سرداب تکان نمی خورد. همین که به حیات کوچک برج سردر و پل متحرک و قرارگاه رنسانس رسیدیم، توما به من اشاره کرد که بایستم و از نو شروع به گرداندن دقیق دستگاه دیگر به روی زمین کرد. من با گلوی خشک نگاهش می کردم و در ضمن مراقب در سرداب هم بودم. بلافاصله گرمایی شدیدتر از آن چه در سرداب حکم فرما بود مرا در بر گرفت و الوصف نمی دانم چرا با آنکه گرماسنج را با خود آورده بودم به این فکر نیفتادم که نگاهی به آن بیاندازم و از حرارت بیرون با خبر شدم. آسمان خاکستری و سربی رنگ بود و روشنایی بسیار ضعیف. به ساعتم نگاه کردم. ساعت 9:10 بود. هاج و واج با ذهنی کرخت و بفهمی نفهمی از خود می پرسیدم که آیا در غروب روز واقعه هستیم یا در صبح فردای آن؟ سوال احمقانه بود و من بعد از یک تلاش فکری که به نظرم بسیار دردناک آمد متوجه شدم که در عید پاک در ساعت 9 شب هوا دیگر تاریک شده است. بنابراین صبح بود و صبح روز دوم واقعه، یعنی ما 1 روز و 1 شب در آن سرداب گذرانده بودیم. بالای سرمان آسمان را نه ابری می دیدم و نه آبی، بلکه به شکل پوششی به رنگ خاکی تیره یک دست که گفتی همچون سرپوشی به روی سر ما افتاده بود. کلمه سرپوش مفهوم تیرگی و سنگینی و خفگی کاملی را که من از آن آسمان احساس می کردم به درستی می رساند. سرم را بلند کردم. تا آنجا که چشم می دید قلعه صدمه‌ای ندیده بود، جز در آن قسمت از برج سردر که اندکی از قله کوه سنگی بلندتر بود سنگ ها سرخ شده بودند. عرق بار دیگر شروع به ریختن از صورتم کرد و آن وقت من به فکر افتادم که به گرماسنج نگاه کنم. گرماسنج به علاوه 50 درجه را نشان می داد. بر سنگ فرش 100 ساله حیات قلعه که توما دستگاه خود را روی آن می گردانید نقش نیم سوخته کبوترها و کلاغزاغی ها افتاده بود. اینها مهمانان دائمی برج سردر بودند و من بعضی وقتها از بغبغوی کبوترها و قارقار کلاغها شکوه داشتم.
اما از این به بعد دیگر موردی برای شکوه و شکایت از این بابت نمانده. همه جا سکوت محض بود، جز اینکه وقتی گوش تیز می کردم از دور دور صداهایی پی در پی شبیه به ترق و ترق و سوت می شنیدم. توما در حالی که به طرف من می آمد و صورتش غرق عرق بود گفت که نتیجه منفی است. من منظور او را فهمیدم، ولی نمی دانم چرا از کوتاهی سخنش پکر شدم. سکوتی برقرار شد و چون او تکان نمی خورد و مثل این بود که به دقت گوش تیز کرده است، بی صبرانه پرسیدم باز باید ادامه داد؟ توما بیان که جواب بدهد نگاهی به آسمان کرد. من با خشمی که به زحمت قادر به فرو خوردن آن بودم گفتم بسیار خوب، ادامه بدهیم. و گمان می کنم که این خشم ناشی از خستگی فوق‌العاده و دلهوره و گرمای شدید بود. گوش دادن به اشخاص، با ایشان حرف زدن و حتی نگاه کردن به ایشان برای من دردناک بود. به گفته افزودم من دوربین دارم، حالا می روم آن را می آورم. در اتاق من در طبقه دوم برج سردر گرمای وحشتناکی حکم فرما بود، اما چنین به نظرم آمد که همه چیز دست نخورده به جای خود باقی بود، جز اینکه سرب چهارچوب شیشه های کوچک پنجره از بیرون آب شده و جا به جا روی شیشه ها ریخته بود. در آن حال که من برای پیدا کردن دوربین خود همه کشوهای کمد را یک یک می گشتم، توما گوشی تلفن را برداشت و به گوش خود برد و چندین بار روی اهرم آن زد، در حالی که عرق از گونه های من می ریخت. نگاهی شرارت آمیز به توما کردم و این ملامتش می کردم که چرا با این تلاش خود اندک نوری از امید در جان من سر داده است. توما گفت سکوت مرگ. با عصبانیت شانه بالا انداخت. توما با حرکتی که تقریبا به بدخلقی میمانست گفت به هر حال باید خوب امتحان کرد. من که دوربین خود را پیدا کرده بودم با اندک شرمندگی گفتم اینها، و محاذا احساس میکردم که قادر نیستم بر خصومت پرخاشجویانه و ناتوانی که نسبت به ابنای نوع خود در خود حس میکردم فائق آیم. بند چرمی دوربینم را به گردن انداختم و من از جلو و توما از عقب از پلکان پیچی طبقه آخر برج سردر شروع به بالا رفتن کرد. در آنجا گرما خفه کننده بود. چند بار روی پله‌های سنگی فرسوده تعادل خود را از دست دادم، ولی با دست راستم نرده پله را گرفتم که نیفتم و باز کف دستم شروع به سوزش کرد. دو لوله دوربین روی سینه ام رقص می کردند. وزن بند چرمی بر پس گردنم به نظر غیر قابل تحمل می آمد. وقتی از آخرین پله پیچی برج سردر به فضای آزاد می رسیم، به جز یک دیوار مربع که به طول 2.5 متر به دور مهتابی کشیده شده است، چیزی پیدا نیست. پله های سنگی بدون پاگرد که از دیوار بیرون است شما را به ایوانی به عرض 1 متر هدایت می کند که جان پناه ندارد. از همین ایوان است که ناگاه افقی وسیع در جلوی چشم آدم باز می شود و آن وقتها که من 12 ساله بودم عمو رفتن به آنجا را برای من خطرناک می دانست. ایستادم که نفس تازه کنم. آسمانی در کار نبود. همان پوشش سربی خاکستری رنگ تا چشم کار می کرد گسترده بود. هوا واقعا سوزان بود و زانوهایم می لرزید و در آن حین که با تلاش و تقلا از آخرین پله ها بالا می رفتم نفسم بند آمده بود و عرق قطره قطره از پیشانیم به روی سنگ ها می ریخت. پا به ایوان نگذاشتم چون زیاد اطمینان نداشتم که بتوانم تعادل خود را حفظ کنم. روی آخرین پله ایستادم و توما نیز روی پله ما قبل آخر پشت سر من ماند. نگاهی به اطراف انداختم و هاج و واج ماندم.
گویا تعادلم را از دست دادم، چون حس کردم که توما بازوی خود را از پشت حائل من کرد و مرا به دیوار چسباند. آنچه اول دیدم آنقدر به وضوح نمایان بود که احتیاج به دوربین نداشت. هفت چناران پاک سوخته بود، سقف‌ها فرو ریخته بودند و از درها و پنجره‌ها اثری نبود. فقط دیوارهای سیاه شده و ویران هنوز بر زمینه خاکی آسمان بر سر پا بودند و در گوشه و کنار تنه‌های نیم سوخته درختان دیده می‌شد که همچون دیرکی سر از خاک برکرده بودند. اندک نسیمی نمی‌وزید. دودی سیاه و انبوه راست از خرابه‌ها برمی‌شد و جا به جا شعله‌های سرخ فام به چشم می‌خورد که در خطی پیوسته روی زمین می‌دوید، سر می‌کشید و فرو می‌کشید، چنان که گفتی در غلیان است. قدری دورترک در سمت راست خود توانستم مالجاک را به زحمت باز بشناسم. کلیسا و منار ناقوس آن از بین رفته و اداره پست نیز ناپدید شده. اداره پست معمولاً از دور هم خوب شناخته می شد، زیرا بنای زشت دو طبقه بود در جلوی آبادی، در دامنه تپه و کنار جاده‌ای که به لاروک می رفت. تمامی ده چنان وضعی پیدا کرده بود که گفتی آن را به ضرب مشت کوبیده و با خاک یکسان کردند. دیگر شاخ و برگی به هیچ درختی دیده نمی شد. دیگر هیچ سقف سفالینی باقی نمانده بود. همه چیز به رنگ خاکستر، یعنی سیاه و خاکی بود، به جز وقتی که زبانه کوتاه آتشی آخرین جهش خود را می کرد تا آن نیز بلا فاصله بمیرد. دوربین را به چشم بردم و با دستهای لرزان خودم را میزان کردم. خانه کولن در داخل آبادی و خانه مسونیه قدری بیرون از آن بر دامنه ای واقع بود که به طرف رودخانه رون فرود می آمد. از خانه اولی اثری ندیدم، اما خانه دومی را که از آن فقط جرز دیواری برپا مانده بود تشخیص دادم. از مزرعه پسو و از کاجهای زیبای آمریکایی که به دور آن کاشته بودند بجز تل سیاه رنگی بر خاک چیزی نمانده بود. دوربینم را پایین آوردم و با صدای ضعیفی گفتم دیگر چیزی باقی نیست. توما بیان که جواب بدهد سرخم کرد. من میبایست بگویم دیگر کسی باقی نیست، چون با همان نگاه اول معلوم بود که بجز گروه کوچک ما تمام حومه اطراف با سکنه آن از بین رفته است. با منظره‌ای که از بالای برج سردر پیدا بود من از مدت‌ها پیش به خوبی آشنا بودم. وقتی عمویم برای نخستین بار دوربین خودش را به من به امانت داده بود یادم میآید که بعد از ظهر خوشی را با یاران گروه روی آن ایوان گذراندیم. همه دراز کشیده بودیم، چنان که من هنوز گرمای مطبوع سنگ را بر رانهای لخت خود احساس می‌کنم و مزارعی را که در لای تپه‌ها پراکنده بودند تشخیص می‌دادیم و بدیهی است که همه این کارها را با جیغ و داد و فحش و ناسزا و شرط بندی های بچگانه می کردیم. مثلا می گفتیم احمق جان دوربین را بگیر و ببین آنجا فاولار هست یا نیست. آنجا را می گویم بین بوری و ولپینیر. خوب نگاه کن، مگر کوری؟ با تو سر یک پاکت سیگار گلواز شرط می بندم که آنجا فاولار باشد. تو می گویی آنجا کوساک هست؟ کوساک توی کون بنده است. بله، از دو تخمم التزام میدهم که آنجا کوساک نباشد. خره، کوساک آنجا در طرف چپ پهلوی گالیناست و من آن را از انبار توتونش میشناسم. و حالا من به همه آن مزارع که همیشه دیده بودم، یعنی به فاولار، کوساک، گالینا، بوری، ولپینیر و بسیاری از مزارع پرت و دور افتاده دیگر که اسامی آنها را می دانستم
ولی صاحبان همه آنها را نمی شناختم نگاه می کردم و به جز خرابهای سیاه رنگ و بیشه‌هایی که همچنان می سوختند چیزی نمی دیدم. در ولایت ما جنگل و بیشه کم نبود. در تابستان وقتی از بالای برج سردر به اطراف نگاه می کردید تا چشم کار می کرد موج سبز تیره و پرتراوتی از جنگل‌های شاه بلوط می‌دیدید که جا به جا با سبزه روشن‌تر جنگل‌های کاج یا بلوط و در دره‌ها با صف‌های طویل درختان تبریزی که برای استفاده‌های آتی در آنجاها می‌کاشتند و در این حال بر زیبایی عمودی منظره می‌افزودند قطع می‌شد. ضمناً سروهای پروانس هم بودند که تک تک در کنار مزرعه ها قد برمی افراشتند، زیرا سرو درخت گرانبهایی بود که در آنجا فقط برای حظ بصر و تشخص کاشته می شد. و اکنون تبریزی و سرو و بلوط و کاج همه از بین رفته بودند. و اما راجع به جنگل های وسیع شاه بلوط که تمام تپه ها را می پوشندند و فقط جا به جا نقطه های خالی در لای آنها بود که در آنها چمن و خانه مسکونی در زمین هموار و در شیب ساخته بودند، از همه آنها به جز شعله های آتش و در لای شعله ها به جز نیم سوزهای سیاه شده که در حال مردن بودند و صدای ترق و ترق و سوت‌های ناشی از سوختن آنها را در حین خروج از سرداب شنیده بودم چیزی دیده نمی‌شد. در این حال شاخ و برگ‌هایی که از درختان بر زمین می‌افتادند همچنان به سوختن ادامه می‌دادند و خط آتشی که از سوختن آنها در دامنه تپه‌ها دیده می‌شد به نظر چنان می‌نمود که گفتی خود زمین در حال سوختن است. بر جاده رون قدری پایین‌تر از قلعه روزی که پاک فرو ریخته و سیاه شده بود سگ مرده‌ای دیدم. من لاشه آن سگ را با تمام جزئیاتش دیدم، زیرا جاده نزدیک بود و ذره‌بین دوربین من هم زیاد درشت می‌کرد. لابد می‌گویید وقتی آن همه آدم مرده بودند چه جای آن است که از سگ مرده‌ای صحبت کنم. راست است، ولی بین آنچه آدم می داند و آنچه می بیند فرق است. من می دانستم که در دهات و مزارع اطراف مالویل صدها موجود زنده مثل یک تک کهنه سوخته بودند. اما این سگ پس از آن پرنده ها که در حیات قلعه افتاده بودند تنها نعشی بود که به چشم خورد و در خصوصیات مرگ او نکته وحشتناکی بود که نظر مرا گرفت. از مزرعه یا حیاتی که حیوان زبان بسته در آنجا بوده به امید اینکه بتواند فرار کند بیرون آمده و جاده‌ای را که معمولاً محل ترددش بوده در پیش گرفته و پاهای او در قیر مذاب آسفالت جاده گیر کرده و جا به جا کباب شده و مرده است. من با دوربین خود دو دست و دو پای او را در آن خمیر سیاه رنگ مخلوط با ماسه به وضوح می دیدم و فهمیدم که در آن لحظه که سگ بیچاره افتاده آن خمیر به دور پنجه هایش کش آمده و بسته و محفظه ای ساخته که پنجه در آن گیر کرده است. بیان که به توما نگاه کنم و حتی بیان که توجه کنم که او در آنجا ایستاده است، چنان که گفتی پس از آن واقعه روابط انسان با انسان غیر ممکن شده است، چند بار با صدای خفیفی تکرار کردم که وحشتناک است، وحشتناک است. این کلمات ورد جنون‌آمیزی بود که من قادر به قطع آن نبودم. گلویم در منگنهی به هم فشرده می شد، دستهایم می لرزید، عرق از پیشانی به چشمانم می ریخت و به جز وحشتی که احساس می کردم مغزم از هر فکری خالی بود. در این اثنا نسیمی وزید، نفس عمیقی کشیدم و بلا فاصله بوی گند گوشت سوخته
با چنان شدتی به مشامم خورد که گفتی از تن خود من متساعد است. استفراغ آور بود. با آنکه زنده بودم انگار خودم نعش خودم بودم. بویی بود تلخ و گند و نافذ که در من می نشست و من خیال می کردم که تا آخر عمرم با من خواهد بود. دیگر دنیا چیزی به جز یک گورستان عمومی نبود و من و رفقایم را در این کشتارگاه زنده گذاشته بودند تا مرده ها را به خاک بسپاریم و با بوی آنها عمر به سر آریم. پرت و پلا می گفتم و گویا خودم متوجه شدم، زیرا سر برگرداندم و به توما اشاره کردم که می خواهم پایین بروم. و همین که به سنگ فرش کف برج رسیدم و دیواره بلندی که ما را احاطه کرده بود منظره آن آتشدان را از چشم من گرفت، بی حال و بی رمق روی پاشنهای پا نشستم. نمیدانم چند وقت در آن حال وارفتگی که به مرگ میمانست ماندم. یک نوع اغمای روانی بود که در طی آن بی آنکه مشاعر خود را به یک بار از دست بدهم نه حرکتی غیر عادی داشتم و نه اراده‌ای. برخورد شانه توما را با شانه خود حس کردم و چون با کندی عجیبی که اسباب تعجب خودم شد سر به طرف او برگرداندم دیدم که چشمانش به من خیره مانده است. به زحمت توانستم آنچه می‌بینم تشخیص بدهم، ولی وقتی توانستم فهمیدم که معنی نگاه او چیست. فهمیدم که او نیز در همان حالی است که من بدان دچار شدم و چشمانش چیزی را میگویند که او نمیتواند بر زبان آورد. به لبهایش نگاه کردم، بیخون بودند و خشک و چون به حرف آمد گرچه یک کلمه بیش نگفت ولی به زحمت توانست لبانش را از هم بگشاید. راه حل؟ با چشمان پلک زنم به او نگاه کردم، اما این نگاه با تلاشی دردناک انجام گرفت، زیرا حس می کردم که هر آن ممکن است دوباره به همان حال اغما بیفتم. در حالی که از ضعف صدای خود به وحشت افتاده بودم و کلمات را به زور از گلویم بیرون می کشیدم پرسیدم چه راه حلی؟ جواب آنقدر دیر آمد که من خیال کردم توما از هوش رفته است، ولی از مالش شانه‌اش به شانه خودم فهمیدم که دارد تمام قوای خودش را جمع می کند تا حرف بزند. آخر به زحمت شنیدم که گفت برویم بالا. ضمن گفتن این حرف حرکتی کوتاه و دردآلود به انگشت سبابه خمیده خود داد و طرف ایوان را نشان داد. نفسی زد و باز گفت خودمان را پرت کنیم و خلاص. نگاهش کردم و سپس نگاهم را از او برگرداندم. باز در آن حالت بیحسی افتادم. افکاری پریشان و بی سر و ته از مغزم می گذشت. محاذا در وسط آن افکار پریشان فکری روشنتر به ذهنم آمد که مرا به خود مشغول داشت. اگر من هم مثل کلن و مسونیه و پسو زن و بچه می داشتم اکنون زنده مانده بودند و بنی نوع بشر محکوم به زوال نمی شد و من می دانستم به خاطر که مبارزه کنم و حال می بایست به سرداب برگردم و به رفقا بگویم که ایشان زن و کودکان خود را از دست دادند و با ایشان به انتظار نابودی نوع بشر بمان. توما با صدایی که به زحمت شنیده می شد پرسید خب چه می گویی؟ گفتم نه. لبان او بی آنکه صدایی از خود بیرون دهند کلمه چرا را ادا کردند. من گفتم آخر دیگران هم هستند. از اینکه این حرف را با روشن ذهنی خاصی گفته بودم احساس خوشی کردم. به شدت به سرفه افتادم و این فکر به من دست داد که نکند حالت منگی که بدان دچار شده ام به همان اندازه که به آن ضربه شدید روحی مربوط است
به دودهایی هم که فروداده هم مربوط باشد. به زحمت از جا برخواستم و گفتم سرداب، و بیان که منتظر تو ما بمانم لرزان و لنگان قدم در آن پلکان تنگ پیچی نهادم و پایین آمدم، یا به عبارت بهتر تا پایین سریدم. خوشبختانه من برای سهولت دیدار جهانگردان از مالویل یک دست آهنی گردان روی انحنای دیواره پله کار گذاشته بودم که در موقع پایین آمدن به آن چسبیدم و هر بار که پاهایم دو پله را یکی می کردند کف دستم می سوخت. در حیات کوچک برج سردر و منزل توما به من رسید و گفت به اسبهات سر نمی زنی؟ با اشاره سر گفتم نه، و قدم تند کردم در حالی که گریم را فرو می خوردم. از فکر دیدن اسبهایم وحشت برم داشت، چون مطمئن بودم که همه اشان مردند. در حال حاضر یک فکر بیشتر نداشتم و آن این که هرچه زودتر به دخمه خود پناه ببرم. وقتی وارد سرداب شدم آنقدر هوای آن به نظرم سرد آمد که بی اختیار لرزیدم، و نخستین حرکتم این بود که پلیورم را برداشتم و روی شانه هایم انداختم و دو آستین آن را هم به دور گردنم گره زدم. کلن مشغول کشیدن شراب بود. مسونیه بطری های پر را برای لامنا می برد و او در آنها را محکم می کرد. مطمئن بودم که ابتکار این کار از لامنا است، چون ظاهراً فکر کرده بود که دلیلی ندارد کار شروع کرده را به انجام نرساند. به هر حال از اینکه ایشان را مشغول دیدم بسیار شاد شدم. جلو رفتم، یک بطری برداشتم، نوشیدم، آن را به توما رد کردم، به بشکه‌ای تکیه دادم و با آستین پلیورم عرقی را که با وجود لرزیدن هنوز از صورتم می‌ریخت پاک کردم. حس کردم که افکارم کم کم دارند به جای خود باز می‌گردند. پس از مدتی متوجه شدم که رفقایم به کلی بی حرکت مانده‌اند و بی آن که حرفی بزنند با حالتی حاکی از اضطراب و حتی التماس به من نگاه می‌کنند. از طرفی معلوم بود که ایشان از آنچه اتفاق افتاده با خبرند، چون مسونیه و کلن و پسو هیچ یک این جرأت را نکرده بودند که چیزی از من بپرسند. تنها لامنو بود که می دیدم دلش می خواهد من حرف بزنم. معهازا او هم از سؤال کردن خودداری می کرد و به آن سه مرد خیره مانده بود و گویا می فهمید که سکوت لجاجامیز من چه معنایی برای ایشان دارد. نمی توانم بگویم که این سکوت چقدر طول کشید. بالاخره دریافتم که ادامه دادن به سکوت ظالمانه تر از حرف زدن است، و در حالی که به ایشان نگاه می کردم با صدای آهسته‌ای گفتم زیاد دور نرفتیم، فقط رفتیم بالای برج، و با گلوی خشک به سخن ادامه دادم وضع همانطور است که شما حدس زده بودید، دیگر چیزی باقی نمانده است. همه انتظار چنین خبری را داشتند و با این وصف به محض اینکه من لب باز کردم چنان اثری بخشید که گفتی بر فرق ایشان کوبیدم. تنها کسی که واکنش از خود نشان داد پسو بود. چشمانش از حدقه در آمد، تلو تلو خوران سه قدم به طرف من برداشت، به آستین پلیورم چنگ انداخت و با صدایی رسا گفت دروغ است. من جواب ندادم چون شهامت آن را نداشتم، اما دستهای پسو را که به آستین پلیورم قلاب شده بود گرفتم و کوشیدم آنها را باز کنم. در تقلایی که برای این کار کردم آستینهای پلیورم کنار رفت و دوربینی که به گردنم همایل بود نمایان شد. پسو دوربین را دید و شناخت و چشمانش با وحشت به آن خیره ماند. در آن لحظه من مطمئنم خاطره آن بعد از ظهر ایام قدیم که با هم بر ایوان برج بودیم و محلهای دور افتاده را شناسایی می کردیم به یادش آمد. حالتی از یأس خطوط سیمایش را فرا گرفت. دستهایش گرفته را رها کردند، سرش را به شانه من تکیه داد و مثل بچه ها زار زار به گریه افتاد. آنگاه در آن سرداب حرکتی سریع
و بالاتفاق بدون نقشه قبلی صورت گرفت که سرشار از تأثر و هیجان بود و مرا متأثر کرد و به گمانم به طور قطع همان حرکت کافی شد برای اینکه عشق به زندگی را به من بازگرداند. من دستم را به دور کمر پسوی دیلاق انداختم. او تقریبا یک سر و گردن از من بلندتر بود و بلافاصله کلن و مسونیه نیز دورش کردند. یکی دستش را بر شانه او و دیگری بر پس گردنش نهاد و با همان شیوه ساده و مردانه خود به آرام کردن او پرداختند. من از دیدن آن دو در این وضع متحیر ماندم، چون ایشان نیز که همه چیز خود را از دست داده بودند، اینک تسکین و تسلایی را که خود لازم داشتند نثار رفیق خیش می کردند. در همان حال نمی دانم چرا به یاد آخرین دفعه افتادم که در 12 سال قبل من و کلن پسو را به همین نحو محکم نگاه داشته بودیم تا مسونیه چیزی در دهان او بچپاند. اما این خاطره نه تنها از تأثر من نکاست، بلکه بالعکس بران افزود. اینک ما هر ستن دور این خرس گنده بدقواره را گرفته بودیم، با او حرف می زدیم، به او دست می زدیم، روی شانهش می کوبیدیم و آهسته سرکوفتش می زدیم که یعنی چه خرس گنده، بس کن دیگر که چه؟ و او در وسط گریه و به لحنی حاکی از حق‌شناسی جواب می داد: بابا ولم کنید، راحتم بگذارید، من احتیاجی به شما ندارم. کم کم گریه ها آرام گرفت و ما از دور و بر پسو کنار رفتیم. مسونیه با رنگ پریده و چشمان گود رفته گفت: مهازا باید رفت و دید. کلن با تلاشی فوق‌العاده گفت: بله باید رفت و دید. اما هیچ کدام از آن دو تن تکان نخوردند. توما گفت: گمان نمی کنم شما بتوانید عبور کنید، چون جنگل ها هنوز دارند می سوزند و از اینجا به مالجاک هر دو طرف راه بیشزار است. تازه ممکن است تشعشعات اتمی هم باشد. در حیات قلعه که در پناه بوده از رادیو اکتیویته خبری نیست، ولی در بیرون از حیات این خطر وجود دارد. پسو که سرش را از لای دو دستش بیرون آورد پرسید: خطر؟ من دیگر چرا زنده باشم؟ سکوتی برقرار شد. من نگاهی به پسو کردم و گفتم: پس ما چه؟ پسو شانه بالا انداخت و دهان باز کرد که چیزی بگوید، اما تغییر رأی داد و سکوت اختیار کرد. شانه هایش نه همان چیزی را می گفتند که سکوتش می گفت. شانه هایش می گفتند: شما برای من با آنچه از دست دادم قابل مقایسه نیستید. ولی خودش سکوت کرد، چون خوب می دانست که بالاخره ما هم باید به حساب بیاییم. آنگاه لامنو رشته سخن را به دست گرفت. او این بار نه طبق معمول، یعنی اول آهسته با خودش حرف بزند و بعد برای دیگران، یا یک فکر کوچک و سریع به مغزش بیاید و آن را به لهجه محلی در وسط گفتگو بیاندازد، بلکه طوری حرف زد که برای او حکم یک نطق را داشت و به فرانسه فصیح هم گفت، به نشانه اینکه به ما بفهماند که برای حرفش اهمیت قائل است. در این حال دستگاه چوب پنبه گذاری را هم رها نکرد و ضمن اینکه به پسو نگاه میکرد گفت: پسر جان، این با ما نیست که بگوییم زنده خواهیم ماند یا خواهیم مرد. آدم برای این زنده است که به زندگی ادامه بدهد. زندگی مثل کار میماند، پس بهترین که آن را به انجام رساند، نه اینکه هر جا مشکل شد نیمه کار ولش کرد. در اینجا لامنو اهرم دستگاه خود را فرود آورد و چوب پنبه بی صدا در دهانه بطری فرو رفت. پسو به او نگاه کرد، دهان گشود که چیزی بگوید، لیکن تغییر رأی داد و ساکت ماند. من خیال کردم که لامنو کارش را تمام کرده است، اما او بطری دیگری زیر اهرم گذاشت و چنین ادامه داد: لابد پیش خودت خیال می‌کنی که لامنو خودش چیزی از دست نداده و پسرش مومو زنده مانده است. این حرف از یک جهت صحیح است، اما در این حال
من اگر هم مومو را از دست داده بودم. در اینجا دست اهرم را رها کرد و علامت صلیب کشید. آن حرفی را که تو الان زدی نمی زدم. تو پسر جان زنده ای برای اینکه زنده ای. دیگر دورتر از این نباید کند و کاف کنی. در این حال بدان که مرگ دوست انسان نیست. کلن گفت حق با توست مادر. و او با توجه به سن و سالش در واقع می توانست مادر همه من باشد. اما هیچ کس تا به آن لحظه به این موضوع توجه نکرده. مسونیه که چند قدم شق و رق به طرف در برداشته بود گفت خب دیگر راه بیفتیم. من بر سر راهش حائل شدم. او را به کناری کشیدم و آهسته در گوشش گفتم تو و کلن سعی کنید پسو را تنها نگذارید. لابد می فهمی چرا. بهترین است که هر سه تان همه جا با هم باشید. مسونیه گفت من نیز همین فکر را کردم. توما هم که دستگاه کنتور خود را همچنان زیر بغل داشت جلو آمد و در آن لحظه که کلن و به دنبال او مسونیه به ما ملحق می شدند به مسونیه گفت من هم با شما می آیم. هر سه ایستادند و به او نگاه کردند. کلن ضمن این که فراموش کرده بود که تا آن لحظه همیشه در صحبت با توما به او شما خطاب کرده است گفت دلیلی ندارد که تو بیایی. خاصه که خطری هم وجود دارد. توما دستگاه کنتور گیگرش را نشان داد و گفت شما به من احتیاج پیدا خواهید کرد. سکوتی برقرار شد و مسونیه با صدای دورگه خود گفت نعش جرمن را هم میبریم و در مدخل حیات اول میگذاریم تا بعداً به خاکش بسپارند. من یک مرسی زورکی به او گفتم. اما در دل بی نهایت از او ممنون شدم به سبب اینکه با همه غم و غصه‌ای که خود داشته از یاد جرمن غافل نبوده است. در حالی که می رفتند نگاهشان کردم. توما جلو افتاد در حالی که گوشی‌های دستگاهش را به حالت آماده باش به دور گردنش انداخته بود و خود دستگاه را هم زیر بغل داشت. مسونیه و پسو در حالی که نعش جرمن را با هزار زحمت حمل می کردند به دنبال او رفتند. کلن در آخر صف بود و از همیشه ریزتر و باریکتر به نظر می رسید. در بسته شد و من بی حرکت جلوی آن ماندم. اما برای ایشان دلواپس بودم و مردد که به دنبالشان بروم یا نه. لامنو از پشت سر من صدا بلند کرد و به لحنی آرام گفت من دیگر بطری پر کرده ندارم که چوب پنبه بگذارم. تو میتوانی بنشینی و بطری پر کنی. به طرف چارپایه خود برگشتم. بر سر آن نشستم و به سیفون زدن پرداختم. بسیار گرسنه‌ام بودم اما نمیخواستم مثل ارباب خانه رفتار کنم و سر خود به ژامبون‌ها دست بزنم و سرمشقی برای بی انضباطی بشم. لامنو اداره خاروبار منزل را به دست گرفته و خوب کاری کرده بود و قطعاً هم رعایت عدالت را می کرد. وقتی دید که به زودی بطری خالی های دم دست من تمام خواهد شد رو به پسرش کرد و گفت یالا مومو برو بطری بیار. و چون مومو برخاست و زنبیلی پر از بطری خالی کرد لامنو بیان که صدا بلند کند به لحنی شمرده و محکم گفت و سعی کن که در راه به شرابها ناخنک نزنی چون حالا هرچه زیادی بخوری از سهم دیگران میخوری. خیال میکردم که گوش مومو به این اخطار بدهکار نخواهد بود ولی اشتباه میکردم چون مومو واقعا رعایت کرد. شاید هم فقط از لحن صحبت مادر فهمید که چرا باید رعایت کند. من لحظه بعد به لامنو گفتم تو امروز صبح در موقع تقسیم ژامبون خیلی صرفه‌جویی کردی. خوشم نیامد که دیدم بچه ها با شکم خالی رفتند. و با اشاره‌ای به طرف تاق به گفته افزودم به خصوص با این ذخیره گوشت خوک که در اینجا هست. لامنو در حالی که اشاره دست مرا با نگاه دنبال می‌کرد گفت ما در اینجا 7 نفریم. و وقتی ذخیره گوشتمان که آن بالا آویزان است تمام شد
دیگر معلوم نیست هیچ وقت گوشت خوک داشته باشیم که بخوریم، یا شرابی باشد که بنوشیم، یا محصول دیگری برداریم. من نگاهش کردم. او 76 سال داشت. با روشنبینی هرچه تمامتر منظره مردن از گرسنگی را در نظر مجسم کرده بود، اما اراده‌اش برای زیستن هنوز استوار بود. ناگهان در سرداب باز شد، سر و کله توما ظاهر گردید و با حالتی که در او به هیجانی شدید میمانست فریاد زد: امانوئل، مژده که عده‌ای از مالهای تو زنده هستند. این را گفت و ناپدید شد. من مات و متحیر از جا برخاستم و با خود گفتم آیا درست شنیدم یا نه. لامنو نیز از جا برخاست، به من نگاه کرد و به لهجه محلی، چنان که گفتی فرانسه توما را خوب نفهمیده باشد، پرسید: چطور؟ آیا درست شنیدم که گفت عده‌ای از مالها زنده هستند؟ مومو داد زد: ممیه بینه، یعنی من میروم ببینم. و به سرعت به طرف در سرداب دوید. منو نیز به سرعت تمام سر در پی او گذاشت و داد زد: صبر کن، صبر کن، به تو میگویم صبر کن. پاهای ریز و لاغرش چنان تند تکان میخوردند که به یک پیرموش کوچک شباهت داشت. من صدای کفش‌های میخدار مومو را در راه پلکان میشنیدم. خودم هم به دنبال مومو دویدم. از لامنو جلو زدم و درست در آن موقع که مومو از پل متحرک میگذشت و وارد حیات اول میشد به او رسیدم. از توما و سه نفر دیگر اثری نبود. توما آمده و آن خبر را به من داده، سپس به دو برگشته و در جاده مالژاک به سه نفر دیگر ملحق شده بود. با نزدیک شدن ما مخلوطی از صداهای شیهه اسب و نعره گاو و قرقر خوک، ولی همه ضعیف، به گوش رسید. این صداها از غاری می آمد که بیرگیتا آن را حمایت مادران نامیده بود. با تمام قوا دویدم، از مومو جلو زدم و در حالی که نفسم بند آمده بود و سر تا پا خیس عرق شده بودم و قلبم به شدت به دنده هایم می کوبید به آنجا رسیدم. آنجا در قرارگاه های جدا از هم که در ته غار ساخته بودیم، بلامور مادیان محبوب مومو بود که 14 سال داشت و پابزا بود. پرنسس یکی از مادگاوهای هلندی لامنو بود که همان وضع را داشت و آمارانت کرمادیان من بود که هنوز زود بود با اسب جفت گیری کند، ولی چون رعشه گرفته بود او را در آنجا گذاشته بودم. و بالاخره ماده خوک بزرگ پابزایی بود که لامنو بدون اجازه من اسم او را آدلائید گذاشته بود، گرچه در بند اجازه من هم نبود. حیوانهای زبان بسته خیلی ناراحتی کشیده بودند. همه به پهلو خوابیده و ضعیف شده بودند و به زحمت نفس می کشیدند، ولی بالاخره هرچه بود زنده مانده بودند. خونکی و گودی قار به دادشان رسیده بود. من نتوانستم به بلامور نزدیک شوم، چون مومو قبل از من به گردن حیوان آویخته و در کنار او لای پهنها غلط میزد و با محبت خاصی شیهه میکشید. اما آمارانت که به پهلو افتاده و سرش روی کاها آرمیده بود، وقتی من داخل قرارگاه شدم سرش را بلند کرد و پوزش را به طرف انگشتان من جلو آورد تا بو بکشد. اما لامنو تا رسید، بیان که به این فکر بیفتد که با مومو به سبب غلط زدن در پهنها و کثیف کردن لباسهایش دعوا کند، به پرسجو از حال پرنسس پرداخت. دست به گل و گوش حیوان کشید و برای او دلسوزی کرد. آه نازنین من، نازنین من. و بعد سری هم به ماده خوک زد، ولی چون آن حیوان چموش بود زیاد به او نزدیک نشد. من آبشورهای خودکار مالها را امتحان کردم. آب درون آنها گرم شده بود، اما دستگاه خوب کار می کرد و آب جریان داشت. مومو با همان لهجه خاص خودش گفت: من میام جو بایم، یعنی من می روم جو بیاورم. این را گفت و از نردبانی که به طبقه بالای غار می رفت و من در آنجا علیق ذخیره می کردم صعود کرد.
لامنو گفت نه نه جو لازم نیست، باید سبوس را با آب و شراب مخلوط کرد و به همه اشان داد. بیا پایین کرخر، شلوارت آلوده به پهن شده و حتما بیش از آدلائید بوی گند خواهی داد. آمارانت را رها کردم و از حمایت مادران بیرون آمدم. جرأتی به خود دادم و به سرکشی به قرارگاه‌های دیگر رفتم. پیش از اینکه با چشم خود ببینم از بوی گندی که می آمد فهمیدم چه خبر شده است. بو آنقدر خفه کننده بود که من با دستمالم بینیم را گرفتم. مالها همه مرده بودند. البته نسوخته بودند بلکه از گرما خفه شده بودند. قرارگاه ها چون چسبیده به کوه سنگی و در پناه آن بودند آتش نگرفته بودند، اما تخت سنگ های پهنی که روی آنها را می پوشندند ظاهراً چنان داغ شده بودند که سطح تیرهای زیر آنها که از چوب کهنه بلوط و به سختی آهن بودند سرخ شده بود. لامنو با دو بطری شراب بازگشت، آن را با آب و سبوس مخلوط کرد و نواله‌ای خمیری شکل از آن ساخت که در تشتک‌هایی بین مال‌ها تقسیم کرد. من به قرارگاه آمارانت که همچنان به پهلو افتاده بود داخل شدم. یک مشت از آن خمیر در دست گرفتم و زیر پوزه او نگاه داشتم. حیوان خمیر را بو کشید، با بینی خود بران فوت کرد، آنگاه با بیمیلی لبانش را گشود و نواله را با نوک دندان گرفت و بیان که هرس بزند به خوردن پرداخت. وقتی تمام کرد من مشت دیگری از آن نواله برداشتم و باز به سمت او پیش بردم. او کم کم و بسیار با تأنی می‌خورد. من در این کار یک نوع شوخی هزل‌آمیز احساس می‌کردم، زیرا سبوسی که حیوان با آن اکراه می‌خورد من از فرط گرسنگی هوس کرده بودم خودم بخورم. با استراق سم فوش ها و نوازش هایی را که مومو نسار بلامور می کرد تا او را به خوردن وادارد و به لحنی خفیفتر تعارف هایی را که لامنو خطاب به پرنسس بر زبان می آورد می شنیدم. در مورد ماده خوک لامنو فقط به این بس کرده بود که تشتک را جلوی بینی او پیش ببرد و از صداهایی که ماده خوک ضمن خوردن می کرد پی ببرد که او تنها حیوانی است که از غذای خود حسن استقبال کرده است. من در حالی که صدای خودم را بلند کردم پرسیدم ها لامنو چطور است؟ کار خوب پیش می رود؟ گفت نه چندان خوب. تو چطور؟ گفتم مال من هم نه زیاد خوب. تو چطور مومو؟ مومو با عصبانیت گفت فز فزه، یعنی افتضاح است. لامنو گفت عیب کار در این است که نمی شود برای این حیوانها توضیح داد. حرف زدن و شعور داشتن چیز بدی هم نیست. مثلا این پرنسس را ببین، حیوان گرسنه است ولی آنقدر ضعیف شده که حتی خودش هم نمی داند گرسنه است. من که همچنان چنباتمه نشسته بودم و مفاصلم تقریبا کرخ شده بود منتظر بودم که آمارانت از خوردن دومین مشت سبوس خود فارغ شود. در همان حال متوجه شدم که خودم هم دارم فوشهای محبت‌آمیز نثار حیوان می کنم. در ضمن متوجه هم بودم که وجود این حیوانها شرط بقای ماست. حتی اسبها که چون در حال حاضر دیگر بنزین و گازوئیلی وجود نداشت زراعت بدون آنها غیر ممکن بود. آمارانت در وضعی بود که پشت سر هم مرا جواب میکرد. شانش را با بیحالی تمام و با انصرافی که هیچ نوید خوبی نمیداد بر خاک نهاده بود. من کاکل بین دو گوشش را گرفتم و مجبورش کردم که سرش را بلند کند و در ضمن خمیر سبوسی را که در کف دست داشتم به طرف او پیش برد. او بیان که دهان به آن بزند با آن چشمان درشت و محزون و مهربانش به من نگاه میکرد. گویی میخواست به من بگوید خب دیگر ولم کن، چرا اذیتم میکنی؟ لامنو که نمیتوانست آرام بگیرد با قدمهای خشک و محکم خود به این سو و آن سو میپرید، سر به ماده خوک میزد، به نزد پرنسس برمیگشت و پشت سر هم برای خودش و برای من حرف میزد.
این کثافت آدلاید را تماشا کن که سبوسش را تمام کرده است و چشمش می دود به دنبال اینکه باز هم به او بدهم. این حیوانها چه شکمو هستند. وقتی من به تعداد گاوهایی فکر می کنم که از دست داده ام و یا نزدیک بوده است سرزا از دستم بروند قصه می خورم. تو را بگو با آن اسبهات که با یک مشت یونجه تر یا یک خورده برگ سرخس به خطر می افتند. اسبها از شکم سقط می شوند و ماده گاوها از پس، اما این ماده خوک هرچه بخورد نمی ترکد. لعنتی به تعداد پستانهایش زور در بدن دارد. از بس شکموست قد یک ساختمان گنده شده است. 12 بچه پشت سر هم می زاید و آدم را اذیت نمی کند. یک دفعه یادم می آید 16 به یک شکم زاید. من برای آمارنت خیلی دلواپس بودم، ولی وقتی دیدم که لامنو درباره همه اشیا و همه حیوانها آنقدر لاقید و بیخیال است و طوری صحبت میکند که انگار اصلا اتفاقی نیفتاده است، روحیم به کلی خوب شد. مومو در ور رفتن به بلامور توفیقی بیش از من داشت و من از آنجا فهمیدم که حالت تهدید و خشم حیوان تبدیل به خودلوس کردن و شیهه کشیدن شده است. لامنو سرش را از لای در قرارگاه بیرون آورد و پرسید: امانوئل، چطور است؟ کارت خوب پیش می رود؟ گفتم: نه، به هیچ وجه. نگاهی به آمارند کرد و باز گفت: من الان به او قنداب مخلوط با شراب می دهم. تو بیا به پرنسس برس. من به قرارگاه پرنسس رفتم. عمو احساس مخالفتی را که نسبت به مادگاب‌ها داشت تا حدی به من هم تلقین کرده بود و با وجود این آن پرنسس خوب و تنومند با آن پوزه چهارگوشش مرا متأثر کرد. حیوان زبان بسته صبور و مهربان به پهلو افتاده و شکم گنده و پستانهایش که از این پس بایستی غذای ما را تأمین کند بیرون افتاده. به محض دیدن او که مثل خود من ضعیف و نزار بود، منی که پاهایم می لرزید و از فرط گرسنگی روده بزرگم روده کوچکم را می خورد، آتش شدیدی برای خوردن شیر به من دست داد. فراموش نکرده بودم که او هنوز نزایید است و از این هوس مزاحم صرف نظر کردم. در ذهنم که از گرسنگی به خلجان افتاده بود و گاه گاه سرم را به دوران می انداخت، خیشتن را مثل رموس و رمولوس که از پستان مادگاه شیر می خوردند در حالی دیدم که زیر شکم پرنسس دراز کشیدم و پستان درشت و متورم او را با حرص و ولع بین لبهای خود به فشار می مکم و لحظه به لحظه موجی از شیر گرم به ته گلویم فواره می زد. پانویس: رموس و رومولوس دو برادر که بانی پادشاهی روم بودند و گویند آن دو را ماده گرگی شیر داد و بزرگ کرد. مترجم. ادامه متن: در گرباگرم این خیالات بودم که لامنو از کوشک ورودی با 1 قند در دست باز آمد و قند بودن آن از پاکت بلوطی رنگش معلوم بود. آری، او برای حیوانها هیچ خصت به خرج نمی داد. از جا برخاستم و در حالی که مجذوب حرکات او شده بودم به او ملحق شدم. با چشمان زل زده و دهان آب افتاده به تکه های قشنگ و سفید و براق قند که او با آن دست های لاغر و سیاهش بر می داشت و در سطل آب می انداخت نگاه می کردم. او متوجه شد و گفت: تفلک امانوئل من، معلوم می شود خیلی گرسنه هستی. گفتم: بله، کم نه. گفت: حیف که تا بازگشت بقیه نمی توانم چیزی به تو بدم. گفتم: ولی من که چیزی از تو نخواستم. این را با غروری گفتم که معلوم بود ساختگی است، ولی او هم وقعی به آن نگذاشت و 3 قند به من داد و من گرفتم. 3 هم به مومو داد و او همه آنها را یک جا در دهان گالش چپاند، اما من هر تکه را از وسط شکستم تا بیشتر دوام بیاورد و ضمناً متوجه شدم که لامنو چیزی برای خودش بر نداشت. به او گفتم: پس خودت چه؟ گفت: من؟
من کوچکم و به قدر شما به خوراکی احتیاج ندارم. قنداب گرم با شراب به مذاق آمارانت خوش آمد، چنان که آن را با حرص و ولع نوشید و پس از آن خوراندن سبوس به او ممکن شد. من از اینکه می دیدم حیوان مشت مشت سبوسی را که به او می دهم می خورد، احساس لذت و شادی بی سابقه‌ای در خود کردم. در آن لحظه به یاد دارم که به فکری افتادم و آن اینکه به حیوانات حتی در ده که بیشتر دوستشان دارند چنان که باید اهمیت نمی دهند و گویی وجود آنها طبعاً برای این است که به ما سواری بدهند، به ما خدمت کنند و به ما غذا بدهند. به آمارانت که به پهلو افتاده بود و به گوشه سیاه مردمک براق چشمش با آن سفیدی اندک وحشت زدهش خیره شده بودم و فکر می کردم که ما به قدر کافی نسبت به این حیوان حق‌شناس نیستیم و چندان که باید از او تشکر نمی کنیم. از جا بلند شدم و به ساعتم نگاه کردم. 3 ساعت بود که ما در آنجا بودیم. از قرارگاه مادیان بیرون آمدم در حالی که پاهایم تلو تلو می‌خورد. به یاد آوردم که قول داده بودم تا پیش از برگشتن بقیه نعش جرمن را به خاک بسپارم. لامنو و مومو هم آمدند پیش من و لامنو گفت حالا دیگر خیال می‌کنم رو به راه شد. او به هیچ قیمتی حاضر نبود که صریحاً بگوید حیوانات نجات یافتند، چون می ترسید خدا یا شیطان یا هر قدرتی را که به عقیده خودش حالا برای شنیدن حرف آدم ها گوش ایستاده بودند تا به محض اینکه اینها زیادی اظهار امیدواری کردند تنبیهشان کنند سر لج بیندازند.